فصلی است که نبردها از سر گرفته شدند. در چند روز پسین بیشترین بخش‌های کشور نبردهای سنگینی را کوفا بودند. از این میان بخش‌های هم در زمستان عملیات‌های بزرگ نظامی را سپری کردند. میزان تعداد بیشتر است. گروپ‌های توریستی که در افغانستان فعالیت دارند شمارشان بیشتر است و ما در یک یا سه یا چهار ماه نمیتونیم که همه تعداد از بین ببریم. با وجود این که در زمستان تلاش کردیم، در زمستان نیروهای امنیتی مصروف بودند، یعنی در هر گوشه و کنار افغانستان که تهدید بود ما عملیات داشتیم. بخشی که پیش از این از وجود طالبان پاکسازی شده بودند اکنون شاهد برگشت طالبان و نبردهای سنگین میان نظامیان کشور و جنگجویان طالب هستند. مدیریت جنگ کاملا ناقص است. مطابق تکتیک، مطابق اصول فعالیت های معربوی و پلان شده نیست. فقط یک رقم مارش هست میرندم اوجه و فقط تبلیغ است که میکنه که ما این منطقه را پاسداری کنیم، درست کردیم، یک کردیم، ولی این چیزی نکده. نبود حاکمیت دولتی در بیشتر بخشی از کشور نیز بسیار مشکل ساز شده است. بر بنیاد آمارها 18 ولسوالی ولسوال ندارند، در 14 ولسوالی هیچ نیروی دولتی نیست، 111 ولسوالی با تهدیدهای بلند امنیتی روبروستند. در 24 ولسوالی دیگر هیچ نهاد توسعه‌ای وجود ندارد. خوازی هست، میگه در جایی که خودت کار نمیکنی دشمنت کار میکنه. ساحاتی که ولسوال نداره، ساحاتی که تحت تصرف دشمن است، دشمن کار خودم میکنه. اوجا یک بیز است برش، اوجا مراکز تعلیمی و ترنینگ دارن، یا در اوجا آزادانه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، مراکز آموزشی توریستی، همه چیز وجود داره. در اوج این نبردها وزارت امور داخله سیاست های پاکستان در برابر افغانستان و ویژه در پیکار با حراس افغانی و در تامین صلح در کشور خشمگین است. ما کوچکتر نشانه ای را ندیدیم که فضا برای طالبان و رهبری طالبان در پاکستان تنگ شود، منابع از اینا خشکانیده شوه و مدارسی که اینا آموزش میبینن اون مزدود شوه. همکنون 16 عملیات برنامه ریزی شده در 12 ولایت با شدت و پیش برده میشفند. عملیات های همراه با تلفات سنگین بر طالبان. در این عملیات ها نزدیک به 100 طالب کشته شدند و بیش از 30 جنگجوی دیگر زخم برداشتند.